بسیار مرد باسواد و دوست خوبی برای ما بوده. واقعا سیامک در شرایطی اومد و به ما کمک کرد که حقیقتا ما میتونستیم صدمه بپذیریم و سیامک جلوی این صدمه رو برای ما گرفت و من همیشه واقعا هر جا که بودم ازش سپاسگزارم و با خوبی ازش یاد کردم، برای اینکه هیچ چیز بدی ازش ندیدم و بسیار انسان خوب بود و دوست خوبی بودش. خب در یکی از برنامه سیامک رو خواهم داشت و امیدوارم که او هم در مورد شما همین بگه که مطمئنم میگه. سیامک آدم خوشقلبی است و بسیار بسیار انسان فرهیخته ای. اصلا تمام این خانواده شجریان، برادراش، اصلا خدا، محمد رضا که اصلا من شیفتش هستم، سیامک همینطور و بعد پسرش، پسر محمد رضا که دیگه الان دیگه بگذاریم از اونا برگردیم به خودم. بهزاد بهزادپور، با بهزاد، بهزاد بسیار، اونم دوست بسیار خوبی برای ما بود و من خوشحالم که شخصا با بهزاد ما آشنا شدیم. بهزاد یه دریچه معرفتی رو به ما نشون داد واقعا و متاسفانه زمانی که ما بهزاد رو دیدیم زمانی بود که زلزله بم اتفاق افتاده بود و شروع آشنایی ما خیلی حقیقتا در دورانی بود که بهزاد توی درد بود و امیدوارم که هیچ وقت دیگه اونجوری نبینمش، چون که واقعا خیلی صدمه خورد. اما بسیار بسیار انسان با معرفت و لوتی آزاده ایه و واقعا خیلی خیلی دبش خلص رفیقه خودشه، همینه، یعنی یه برادر بگم یه سو میگه امو جان همه هم اموشن. آخرین کنسرتی که از شما دیدم سولی توش میخوند. سولی، سولی که جداست دیگه، سولی هم واو، من چقدر خوشم اومد از این سولی. دیدی با چه شکوفایی صحبت کرد، خیلی سولی رو دوست داری. سولی رو دوست دارم. سولی رو دوست دارمش، خیلی بهش احترام میذارم. یه کار سولی خیلی من ارزش میذارم براش. اول یه مسئله رو بگم، از دید من چیزی به نام موسیقی مبتذل وجود نداره. من اینو کاملا مشخص بکنم.